فکر کنین کی خوشی انگور نیست، اصلا اینا انسان هستن و ای ماشاءالله انسان های بسیار خوب و دیجا یک دوست دارن که دوست بسیار خراب است و ایده شما خوب میفهمین که همین دوست میتونه میکل خوشی انگور خراب کنه و هیچ قابل خریدن، خورده شدن، استفاده شدن بکشن. به می خاطر کدام وقت شما شار میرین و میخواین به خود سیب بخرین یا انار بخرین و کارتن کمی بالا پایین میبینین که یک دو دانش کثیف بود خراب بود، مکمل هم کارتن میمانین. به می شکل ما دوستای ما زندگی ما، برادرای خواره عزیز ما، من نمیتونم که الفاظ پیدا کنم در دنیا که برتان بگم که دوست خوب و دوست خراب در زندگیتان چقدر تغییرات منفی و مثبت آورده میتونه. یعنی شما دیده میتونین که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله بود، یک کسی که سپورت الله سبحانه و تعالی داشت، لیکن باز هم او نیاز داشت به دوستای خوب خلفای راشدین که امرشان بودن و همونا بودن که دین مبین اسلام، پیغام اسلام، هدف رسول الله صلی الله علیه و سلم بردن به خانه ای که از خاک جور شده بود، خانه ای که از سمیر جور شده بود. یعنی دوستا در زندگی زیاد چیز هستن. به می خاطر یک حدیث است از رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفت که شما سر دین دوستایتان هستین، چرا نگفت سر راه دوستانتان یا صراط دوستانتان، چرا دین صحبت کرد؟ به خاطر که دین درباره زندگی ما تعریف داره به همه چیزی که ما میکنیم و دوست هم سر هر چیز زندگی ما تاثیر داره و به خود تعریف معرفی میکنه. به می خاطر ای بسیار مهم ما دوستای خوب داشته باشیم تا بتانیم در دنیا و آخرت کامیاب باشیم. چطور میفهمی که یک دوست دوست خوب تان است؟ ایره چطور میفهمی؟ یک نفر چطور انتخاب کنی که واقعا دوست خوب است؟ بسیار عادی است و آسان است که انتخاب کنی. اگر یک نفر شما را به دوستیشان طرف الله و رسول میبرم، طرف خیر میبرم، او فکر دوست خوب است. کدام وقت که دوست میبینی و خیر در ذهنت میام، الله و رسول در ذهنت میام، فکر کو که دوست خوب است. این فیصله کو خلاص. به خاطر کدام وقت دوست میبینی و یاد میای که تو دوست شما زنگ زدین، چطور دختر شما زیاد کردن در فاکولته، چطور فیلم یک جای دیدین، چطور تانستین او یک دوزی یک جای بکنین یا یک چیز دیگه خراب خلاف اسلام پیش رفتین یا خلاف فامیلتون پیش رفتین یا رفتین یک جای بسیار دور بدون اجازه فامیل. اگر یک دوست میبینی و به یادت میاد که ماشاءالله ما در مسجد یک جای بودیم، ماشاءالله ما در عمره یک جای بودیم، ماشاءالله ما دوی ما تانستیم به یک فامیل خیر خوب برسانیم، ماشاءالله ما دوی ما تانستیم که از یک سیگرت و نشه دیگه یک تشویق زندگی خود ناکامی روبرو نشیم، ما تانستیم خود تشویق کنیم در درسای خود، ما امروز دکتر هستم، ما امروز انجینر هستم، ما امروز عالم دین هستم به خاطر اینکه دوست به من دست داد. ما امروز یک جای هستم و او آدرس و او جای انتخاب کنیم و بنیه اسلام. اگر یک دوستان شما را برد قمارباز کرد، شما را برد دوری از دین و از خانواده و از خیر و از همه چیز دور کرد، بفهم که دوست خوب نیست و بدون شک که این دوستا سر دنیا و آخرتتان تاثیر دارن. در دوستی اکثر ما یک اشتباه میکنیم، کدام یک نفر بسیار دوست خوب پیدا میکنیم و همراهش کمی نزدیک میشیم، چون او انسان است، او منفی و مثبت داره و تانوز ما طرف مثبتش دیدیم لیکن منفیش ندیدیم و کدام وقت که ما طرف منفیش دیدیم، یا شاید یک کمزوری داشته باشه، یا شاید او در اسلام نمیتونه که هر پنج وقت نماز وقت بخونه، یا به همراه پدر مادرش یک روی درست نمیکنه، یا به سر کسی گپ میزنه یا غیبت میکنه، یک اشتباه داره، یک اشتباه، یک من میتونم که میلیون حال کنم لیکن یک اشتباه داره، یک بخش زندگیش هست که او با ما مثبت معلوم نمیشه به خاطر که او انسان است. ما چی میکنیم؟ به می خاطر که اشتباهش ما دیدیم یا ای کمزوریش ما دیدیم یا ای کمیش ما دیدیم، ما از دوست خود دوری میکنیم، یعنی او را دور میکنیم که والا من فکر کردم که آدم بسیار خوب استی، خود اینطوری برآمدی، من فکر کردم که آدم اینطوری استی. نه حبیبی، این کار غلط است. پشت پرفکشن هیچ وقت نگردین. اگر بگردین باز خودت بگو خود پرفکت هستی؟ هرگز نیستی. من شخصا چی میکنم؟ من کدام وقت یک کسی دوستم میشم، من تلاش ایره دارم که بخش انسانیش بفهمم. درسته چیزی که به من خودم معرفی کرده، چیزی که ما دیدیم، ای خو میخواد که به دنیا امو بخش خود نشان بده، امو طرف خود نشان بده، لیکن طرف دیگیش که چون من امرش نزدیکتر میشم، یا شاید فامیلی مشکلات داشته باشه، یا شاید به امرای
پدر مادر خانم برادر مشکل داشته باشه این بخشش تا هنوز ندیم چون اینقدر نزدیک نشدیم. کدام وقت که نزدیک شدم او بخش تسهیلات میشه الحمدلله. اگر او بخشش بسیار کلان است مثلا خلاف الله و رسول میره باز میدونیم که ما باید دوری کنیم و دوستی و همچنان دشمنی ما باید برای الله باشه. و چون حدیث قدسی هم است که دو نفر که برای الله دوست بودن و ترزمون دوستی مردن اونا لایق جنت میشن نظیر سایه عرش قاد بودن در روز قیامت. یعنی این دوستی بسیار مهم است و میتونه شما 40 حدیث قدسی که از او را بخوانین زیادترش در زمین بحث شده که دوست خوب دوست خود دوست خوب. یعنی هدف ما چیز ما در افغانستان یک مشکل بزرگ داریم کدام وقت یک نفر از دور میبینیم زیاد خوشش میکنیم محبتش داریم کدام وقت نزدیک شویم و زندگی انسانیش ببینیم باز میگیم او ای والا چندان چیز نبود او والا ای خوی مشکل داره او والا دیجه کمزوری داشت او والا دیجه ضعیفی داشت چون او انسان است. بعد امو ضعیفیش اگر فکر میکنی انسان بسیار خوب است و شجاستی امو ضعیفیش پر کن همراهش کمک کن در او بخش و انشالله در بخش خود او همراهت کمک خواهد کرد و اردوی تان در طرف کامیابی برین. من خلاصه میکنم در اسلام در دین میخوای باشی سر دین دوستای خوب باش کسایی که از الله و رسول میترسن. دویم دوستای تان میتونن شما را جنت و جهنم ببرن ای انتخاب خود داری لیکن دوستا هم این انتخاب کرده میدانن برد. دویم چه تو باید یک کسی را انتخاب کنی اگر یک کسی با دوستیش میتونی یاد کنی یک چیز خیره و الله و رسولش. و پنجم کدام وقت که یک دوست انتخاب کردین و همراهش نزدیک شدین و او بخش طرف انسانی شدیدین چیزی که زیاد مثبت نیست چون انسان است حتما اشتباه داره او را از او خود دور نکنین بلکه کمکش کنین که او بخشم تقویه کنه او امر خود کمک کنه که او بخش خود تقویه کنه و انشالله ردویتان بخیر کسیر بره.